سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با ویدیو دیگر از سری ویدیوهای علوم غریبه لایتناهی در خدمتتون هستم و این ویدیو اختصاص داده میشه به صحبتهایی در مورد جن و در مورد موکل و اینجور مباحث. عزیزانی که دنبال کننده کانال ما نیستن دکمه سابسکرایب رو بزنن دنبال کنن، برای من کامنت بنویسید، ویدیو رو لایک کنید که مثل همیشه انجام نمیدید و زنگوله رو فعال کنید و اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بگذارید. عزیزان من، بعضی اشخاص میان و میگن که یه سایه هایی رو میبینیم، یه چیزایی میبینیم دورمون و میرن میپرسن از دعای نویسان گرامی همیشه در صحنه حاضر و بهشون میگن که چه این جریانش چیه و چه کار میکنه و چرا دارن اینو میبینن. بعضی ها خیلی جالبه، میدونی چی بهشون گفتن؟ گفتن این موکله. چی بگم در مورد این که بهشون میگن موکله؟ حالا خودشون که دعای نویس خودشون معرفی میکنن، به خداوندی خود خدا قسم، به خداوندی خود خدا قسم و هیچ قسمی هم بدهکار نیستم، همین هایی، نمیخوام عکس اسکرین بگیرم، همین هایی که پیج های اینستاگرام گذاشتند، همین هایی که توی یوتیوب هستند، دارن توی اینستاگرام و توی یوتیوب و توی خیلی جاها، من اصلا شاید براتون عکس گرفتن اسماشون نشون ندادم، معلوم نیست، میان و التماس میکنن یه باطل سهر بمون بده، یه فلان فلان بمون بده، یه چیز فلانی فلان، یعنی و یکم ازشون فاصله بگیری و اصلا کنه نگاهشون بکنی، که نگاهشون بکن، پیج 100% تزمینی، صبی، یهودی، نمیدونم بودایی، هندوی، اصلا یه تبلیغاتی میذارن که خود خدا هم توش میمونه، میگه من استغفر الله خارج از قدرت منه و به طرف چی میگن؟ طرفی که مشکل داره، مشکل مثلا میبینه، مثلا یک چیز رو میبینه بهش میگن موکل، این که از پیشت رد میشه. خب موکل از کجا آمده براش؟ عزیزان من، به زرس قاطع، قاطعانه خودم هم این مسئولیت رو میپذیرم که هیچ کسی سه بار تکرار میکنم، هیچ کسی موکل نداره بدون ریاضت. موکل خود به خود نمیاد. حالا موکل تعریفش کنیم، بهشون میگن موکل داری، درست؟ خب موکل داری یعنی چی؟ جن مگه نه؟ خود جن این، چرا اسمش موکل میذاریم؟ یعنی اگه اسمش بذاریم موکل، خارج شد از جن بودن؟ یعنی مثلا یه ماشین پراید باشه، یکی پژو باشه، این خارج میشه از ماشین بودن؟ ماشینه، مدلش فرق داره. پس موکل یعنی چی؟ موکل میتونه از هر نوع باشه عزیزان من، میتونه از جنس شواطین باشه، میتونه از جنس شیاطین باشه، میتونه از جنس عفاریت باشه، عفریت ها، میتونه از جنس مارد ها باشه، میتونه از هر جنسی باشه. موکل یعنی وکیل، موکل یعنی وکیل به جای تو، تموم شد، یعنی خودش کارهای تو رو انجام میده و هیچ جن موکلی بر اون انسانی که میبینید عزیزان من تلس نویسی اصلا کلا اصلا راهب میتونید بهش بگید، خیلی عالیه تلس نویس. پس تلس نویس همیشه میشه راهب، وقتی راهبه دیگه اون نمیتونه بالاتر از اون باشه، دستور میگیره ازش، مگه نه؟ آیا تو میتونی بدون ریاضت همینجوری چشماتو ببندی باز کنی یه موکل داشته باشی؟ بازم برمیگردیم، موکل یعنی چی؟ حتی میتونه یکی از عمال منزلت باشه، درست؟ ولی نمیتونی تسخیرش کنی اگر ریاضت نداشته باشی. عزیزان من، متاسفانه یه چیز مزخرفی داریم ما
با عنوان این که خیلی جالبه، این خیلی جالبه، با عنوان این که یک طرف میره واسه یک دعانویس و اون دعانویس به عربی بهش میگن کلن منزول یا منزوله، تبدیل میشه یعنی کلن میره براش همونطور یه خانمی داره حرف میزنه یه دفعه کلن عوض میشه، صدای مرد در میاره و از داخلش در میاد کلن و به جاش حرف میزنه و آینده رو اصلا جن آینده رو نمیتونه تشخیص بده، خودش بکشه. گفتم من گفتم یه مدت معدود محدودی هست که میتونه تشخیصش بده، دیگه بیشتر از این نمیتونه. بارها گفتم، گفتم اون روحه، اون روحه که میتونه اون اتفاقات رو ببینه. یکی از دنبال کننده های کانال هست و خیلی عزیز هست برای من، خیلی عزیز هست برای من و تو ایران هم نیست، تو اتریش هست، تو شهر وین، سیما اسمشه. یه حرف قشنگی زد، گفت اون دختری که بهش گفتن جنداری، کاش که بهش میگفتی کامنت گذاشته بود، گفت کاش که بهش میگفتید اگه یکی بهت گفت تو جنداری بزن یه چک بزن زیر گوشش، اگه گفت چرا میزنه بگو جن تو منو زد، جن تو رو زد، من نزدم. آره بابا اینها هستن، اینا همشون فیلم بازی نمیکنن، همشون واقعی ان اینا، یعنی کلا فیک نیستن اینا که یعنی جن تو بدنشون رفته. یعنی بابا این یارو خو میارینش، اگه توجه کردید یارو رو میارن، یارو نمیدونه دنیا دسته که نمیدونه قرار چه اتفاقی بیفته، این آوردنش برای این، درسته؟ آوردنش برای این آقا و شروع کرد به فوش دادن بهش، شروع کرد به زدنش، یکم بخواد به جنبه بیاد بگیریدش. چی کار میکنه این؟ چه اتفاقی برش میفته؟ این داره میزنه، این داره میزنه، درست؟ این شگرده، این داره اینو میزنه و اینا گرفتنش. این شخص تا به این لحظه فکر میکرد جن داره، درست؟ فکر میکرد جن داره دیگه تو بدنش با قول خودشون، ولی وقتی دستش گرفتن تا این لحظه بازم فکر میکنه جن داره. کجاست که میفهمه خودش جن نداره؟ آها، زمانی که دستش گرفتن و این زد تاب 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 بش 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 کلن اینجوری شد، اینجاست که داره میبینه این منم، این منم و دارم این ضربه ها رو تحمل میکنم و من دارم این درد میکشم و هیچ اتفاقی نمیفته این وسط. این اعتراف میده دیگه، اعتراف دروغین، میخواد ولش کنن، دیدید ولش نمیکنن، من فلانم. اون مرده گفتم، گفت ملیسا چیکار کنه دیگه، دنبال یه اسم میگرده. یه چیز واضحه، جن، آیا شما میتونید جن رو کتک بذارید؟ نه تو رو خدا، جن رو کتک میخوره؟ نه، از این جسد، از پیشم رد شد، من از دستم ازش رد شد، چطور من میزنمش؟ یه چیز واضحتر بهتون بگم؟ نه والله، یه چیز واضحتر بهتون بگم، ببین چقدر ساده است، چقدر ساده است این مسئله، چقدر ساده است حل این مسئله دروغ. این که خودش رو درویش حساب میکنه یا نمیدونم هر چیزی میخواد اسمش رو بذاره، یک شخص خاص رو نمیگم، عموم اینا که جنگیری میکنن، این یک جسمه و میگن داخلش یه روح هست، جن هست داخلش، درسته؟ حالا کاری به این نداره، کاری به این نداره که روح و جن با هم دیگه رفتن داخل، خب این بگذاریم ازش، این داخل این رفته. خب آیا اینی که راهب هست و میخواد اینو در بیاره از این جسم، اونو میبینه یا نمیبینه؟ این یک، اگر میبینه خب دیگه لزومی نداره اینو یه بار رو شکمش بزنه، یه بار رو پاش بزنه، یه بار چکش بزنه، یه بار مشتش بزنه، یه بار بهش میگه بگیریدش. و اگر نمیبینه خب چرا رو شکمش میزنه؟ چرا میزنه رو دماغش؟ چرا میزنه رو پاش؟ چرا عوض میکنه اصلا؟ و اگر این جن داخل این انسانه، ما داریم میگیم این جن تونست از داخل دهن این رفت داخل، خب رفت داخل، خب وقتی داخل اینه روح هم داخلشه دیگه، پس یعنی ببینید اینجا داشته باشید روح، پس این جن نتونست بره داخل بدن این انسان، ولی روح نتونست یا تونست یعنی دیگه اولویتشه دیگه، زمانی که تو شکم مادرت روح داری تو، خب
روح دقيقة إن الآن كده أنا كتك إيش ميزانية ده روح كتك ميزانية يا جنو كدومو ده كتك ميزانية هيش كدوم جنو درست من میخوام برات یه چیزی رو بشکافم ها هیچ کدومش رو نمیزنه اصلا نیست اون جن اونجا نیست جنی وجود نداره داخل این ولی ما میگیم داخلش هست این داره هم روح کتک میزنه هم داره این کتک میزنه ها از یه جهت دیگه نگاه کنیم این نه روح و نه جن رو کتک زد جسمش رو داره کتک میزنه و چرا داد میزنه خو این چرا داد میزنه من این دعانویسایی که دعای بیسایی که ادعای جنگیری میکنند و در بردن جن میکنند یکیشون یک بار برای من بیاره که یک جن رو کتک زده یک جن رو گرفته مگه چشم سوم ندارن هیچ استادی نداره که چشم سومش فعال نباشه کافیه با انگشتر نه نمیخوام بگم کلن اینو بگذاریم کلن نمیخوام بگیم خب چشم سومش فعال کرد مثل مادون قرمز و مادون سبز که میتونه اشیاء ببینه دیگه ماورا بنفش این چشم سومش اصلا چرا چشم سومش فعال نمی کنه وقتی میاد گلن میخواد این رو طرف کنه این هم یه دروغ دیگه درسته یا نه و این جن خودش وقتی حواس و تونست از راه دهان وارد نمیدونم از راه گوش نمیدونم از کجا وارد جسم این انسان شد چقدر دشه اولا که وارد جسمش شد این یک و وقتی وارد این جسم شد خب این طرف بهتون ثبت میکنم این طرف هست این که راهبه هی کتک میزنه درسته؟ و نمیدونه کجاست خب چیکار میکنه این جن یواشکی در میاد که کتک نخوره خب چرا دیگه این کار نمیکنه میاد بیرون قایم میشه اون بر خب اگر قرار باشه اون بتونه ببینتش خب پس از همین جا دیگه دستش این کار میکنه میگیرتش درش میارم این دستش بیرون اینه منطق خیلی ساده میتونید بفهمید که چقدر دروغ دارن میگن به مردم دارن میگن این جن داره و نمیدونم این مسخره بازی ها رو یلا یکیشون بیاد ثابت کنه یه بار یک جن رو بیاره برم کتکش میزنه یه جن گرفته مثل همین مرده که داره میزنه خب این جسم منه این چیکار داره به جن تو آها مگه جن رفته زیر موهای من مگه رفته زیر پوست من خب یه جایی هست توی بدنم میگیم آزاده شکم آزاده یعنی کلن یه چیز آزادیه یه چیز گرد مانندیه ولی چطور تو دست من رفته کجای دستم رفته کجا من میخوام ببینم چجور رفته زیر دستم من که تو دستشو میزنی یا گردنشو میزنی ساده است خیلی ساده است ولی ما نمیخوایم قبول کنیم که ساده است آره اینا چرا اینجوری هست ما نمیخوایم قبول کنیم که ساده است ای بابا چی بگم براتون بریم جنگیری یا پاسور بعضی هاشون هم برات هزار تا کار علکی انجام میدن اصلا بعضی هاشون شبده بازی خیلی ساده است دیگه فقط یکم عقلت به کار بندازی و سریع باشه دستت من چرا اینجوری نمیتونم بکنم فقط کافیه این هایی را خراب هم برگه ها کافیه عقلت به کار بندازی تمام شما گولتون میزنن با یه چیز کوچیک خیلی کوچیک میتونن گولتون بزنن مثلا به طرف میگه کلن میگه آها من اینا برگه ها را که نمیبینم دیگه درسته من قاطیشون میکنم آها درسته آها آها میبینید خب قاطیشون کرده تموم شد رفت آها خب میام اینجور میزنمشون آها آها یه قاطی کردن خب جمعشون میکنم خب چرت و افتاد مثلا من این برگر رو نگاه نمی کنم به همین سادگی این برگر رو نگاه نمی کنم نگاه کنید این برگر رو من ندیدم چیه خب گذاشتم اینجا آها. من دیگه میدونم کجاست نه نمیدونم دیگه آها. و به هم زدم خب میام نگاه می کنم اینجا رو خیلی ساده و شیک و مجلسی آها. من نمیدونم خب برگر کجاست خب کلا آها
این کار میکنیم. ها ها اینجا رو ببینید چقدر ببینید به هم میزنم اینا رو. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو و ده. خب به هم زدن دیگه من اینا رو. نگاه کنید اینا به هم زدن، اینا به هم زدن. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ ما اینا رو برمیداریم. خب و یه برگه انتخاب کرده بودیم یادتونه؟ یه چیزی الان اینجا در میاد برامون. کجا رفت؟ آها این هاشش، این هاشش درسته؟ این ها این بود که انتخاب کرده بودم؟ یا یکی دیگه بود؟ اونی که من ندیدم. حالا برگه ها دیدید من چطور چقدر قاطی کردم برگه ها رو یا نه؟ آها اصلا به هم نمیزنم، به هم نمیزنم. خوش اون برگه هایی که اینقدر چرخوندم من خوشونن. نصف شعبده بازیه، دروغه، دروغ اندر دروغ. یا یک کار دیگه میکنن اصلا کنن. خیلی ساده است. بیا یه دست، یه دست، یه دوتا سرباز در میاریم و یه بار این شکلی میزنیم. آها نگاه کنیم. خب زدیم بار دیگه، یه بار دیگه هم میزنیم. درست یه بار دیگه هم میزنیم. آها بار را زدیم تموم شد. به طرف میگیم هر جا که دلت خواست بگو من میستم. این طرف میاد میاد میاد. خب من نمیدونم دیگه کجاست. آها مثلا ما میگیم ها بیست. خب یه سرباز اینجا بذاریم و بذاریم روش این برگه ها رو. خب به طرف میگه یه بار دیگه هر جا که دلت خواست بگو من میستم. نمیدونم کلا ها آها اینجا بیست. یه سرباز دیگه هم اینجا میذارن و دستور رو این میذارن. بهت میگه ها آها سربازا هم دیگه رو پیدا کردند. آها سربازا کو اصلا کلن گفت این یکی پیدا کرد. این یکی سرباز دومی کجا رفت؟ این هاشش دومی رو پیدا کرد. این آها درسته؟ تموم شد. این رو پیدا کرد و این رو پیدا کرد و تمام. خدا حافظ عزیزم.